گردوی درون ماست، همونقدر چین و شکن داره، بیشتر از گردو فسفر داره. فقط مثل گردو خوراکی نیست، ولی ما مزه گردو رو با اون حس میکنیم. مغز، این بافت ژله‌ای اسرارآمیز، شگفت‌انگیز و ناشناخته. ما با استفاده از اون دنیا رو تغییر دادیم. با شستشوی اون سیاستمدارا و شرکت‌های تولیدی و صنعتی بر ما مسلط شدن. امروزه می‌دونیم خوشبختی، موفقیت و رضایت از زندگی با کنترل کردن اون و استفاده از اون اتفاق میفته. ما در این سلسله برنامه ها تلاش میکنیم نحوه کار کردن باهاش و شیوه برنامه ریزیش رو یاد بگیریم. مغز خودتون رو به کار بندازین. اجازه بدین از اینجا شروع کنیم که مغز ما چقدر توانمنده و ما قراره چقدر قدرت رو آزاد کنیم. برآورد میشه در یک مغز معمولی حدود 100 هزار تا 1 میلیون واکنش شیمیایی مختلف وجود داره. یعنی به تنهایی یک کارخونه بزرگ شیمیاییه. همینطور امروزه میدونیم تعداد سلول های مغزیمون حدود 10 میلیارد سلول عصبی رو شامل میشه. شاید این عدد به نظرتون بزرگ نیاد، ولی وقتی این تعداد سلول حیرت آور میشه که بدونیم هر کدوم از این 10 میلیارد سلول فقط یک ارتباط ساده با سلول کناریش نداره، بلکه چندین ارتباط پیچیده با سلول کناریش میسازه. به همین خاطر برآورد میشه تعداد ارتباط های داخلی مغز به حدود 10^800 میرسه. شاید این عدد براتون زیاد شگفت انگیز نباشه. اجازه بدین اون رو با عددهای بزرگ دنیا مقایسه کنیم. یکی از کوچکترین اجزاء دنیا اتم هست. اگر از شما بپرسن تعداد اتم‌های موجود در جهان چقدر هست، حتما میگین بی نهایت، یا اینکه میگین قابل شمارش نیست. اما شاید براتون جالب باشه که بدونین تعداد اتم‌های جهان هستی رو دانشمندان 10^100 تخمین میزنن. یعنی روی یک برگه عدد 10 رو بنویسین و 100 تا صفر جلوش بذارین. حالا این عدد رو با تعداد ارتباط‌های مغزمون یعنی 10^800 مقایسه کنین. عملاً ظرفیت مغز ما نامحدود هست. حتما براتون جالبه که بدونین حافظه انسان 1 میلیون گیگابایت ظرفیت داره و این یعنی عملاً لایتناهی. حالا ما چقدر از این اعداد شگفت‌انگیزی که باهاش به دنیا میاییم و با خودمون حملش میکنیم استفاده میکنیم؟ تقریبا شاید زیر 10% باشه. ما در این مجموعه برنامه ها تلاش میکنیم بهتون یاد بدیم چطور از حداکثر ظرفیت مغزتون استفاده کنید. بنابراین ما رو سابسکرایب، فالو و دنبال کنید.